نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان تقریبا یک ساعت ادامه کرد. پس از سخن اول رئیس سودی عالی تاجیکستان، سوال های نخستین هم این بود که سرنوشت کارمندان آژانسی که با قلابی و گرفتن پاره عیبدار دانسته می شدند نهایت چی شد و آیا آنها وارد دادگاه عالی شدند یا نه؟ رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که در همین روزها 10 پرونده کارمندان آژانسی ضد کرپسیا وارد دادگاه عالی تاجیکستان شد و در همین روزهای نزدیک مورد استحصال سودی قرار می گیرند. اما در خصوص اینکه این پرونده ها مخفی هستند درباره جزئیات آنها اطلاع داده نشد. به سودی عالی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و 3 نفر دیگر، شخصانی که دیگر در دیگر سوها کار و فعالیت میکنند، پرونده های جنایتی وارد شدند. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی به طور مخفی با رعایت طلبات قانونگذاری مرافعوی جنایتی تفتیش کرده شده است و روزهای نزدیک مرافعوی سودی در سودی عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعوی سودی به طور پوشیده. اما در رابطه به این سال که این افراد نام و نسب اینها کی هستند، رئیس سودی عالی تاجیکستان وظیفه اونها را نام برد ولی نام آنها را به زبان نگیری و گفت که از جمله معاون رئیس اداره کرپسی تاجیکستان و رئیس گروه تفتیشاتی اداره کرپسی تاجیکستان و چندی از مفتشان اینجا، یعنی همگی 10 نفر و بر علاوه 3 نفر دیگر به استحصالات سودی فرا گرفته شدند و در روزهای نزدیک امکان دارد که آنها بررسی شوند. از جمله رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که آنها با 2 ماده اصلا عیبدار دانسته میشن، یکی گرفتن پاره و دوم قلابی است. به طور عمومی آن چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتور اجنتی خب سردار ریاست تفتیشاتی اجنتی خب باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اجنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا است. همین طور این معلومات اولیه بود که از طرف سودی عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های کارمندان آژانسی ضد کرپسیا تاجیکستان ارائه گردید. سوال دیگری هم که در اینجا مطرح شد در مورد اینکه آیا پرونده هایی که کارمندان آژانسی ضد کرپسیا در دوره فعالیت خودشان تا بازداشت شدنشان بررسی شدند و اون افرادی که حالا دوره جزای خودشان را پس سر میکنند آیا دوباره بازبینی میشوند و تجدید نظر کرده میشود؟ رئیس سودی عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیدان گفت که آنها با اون گناه و جرمی که عیبدار دانسته شدن جزای خودشون را گرفتن ولی اینها هم با این عیبنامه خود عیبدار دانسته میشن و هیچ گونه پرونده ها دوباره موردی بررسی قرار داده نمیشوند.